سلام به برای اکس پرچه رپ ریاکشن رو بیدارم هرچی که هستید خوب در جایی پر زنجی مصبت باشید سورا و سمرا چنار رامستم بای برای دیگه در خدمتون هستیم ماما میو ماما سیتا کارچلا رایه دور شو مزخرف یزید خب چی داریم اینجا؟ حالا شهر رجوعش صحبت نکنم ولی وقتی جواب میده تو ایران مگه مثل ما دیوانه ای انجام ندیم میدید چی میگم؟ ما متا بعد مثلا 2-3 سال فعالیت تو رسانه تازه به نجی رسیدیم که چی؟ ما کاری نکردیم هر کاری که میشه کرد و بکنیم ما کاری کردیم مگه؟ نه نکردیم دیگه همون نکردنه آره این نکردنه داستان میشه بیشتر تا خب اومدیم با ترک بعدی سجاد چایی قبلی که ازش رفته بودیم خیلی بچه‌ها اینجوری بودن که دمتون گرم رفتیم دوستان آره کامنت خیلی مثبت بود اینا و اینکه چی شکرن طویل قطعا و حتما و بعدی جانکی همونطور که قولش رو داده بودیم جانکی 7 ثانیه است آفیشال لیریک ویدیو خب ما پشمون میریزه همینا هم ریاکشن هستن آره میبینیم که بریم جانکی یعنی موادی مثلا آره موادی در کسیف کچ کلی داغونه آه جانکی جان. برو بریم میگم فلانی جانکیه جانکی وایسا کاور رو باید تحلیل کنیم کاور رو باخ خب اونجای دختر بغلشه اینجای دختر تو دستاشه یه صلیب دستشه یه پک وسطه. وسط هست بلبل دستشه برج میلاد او و اینجا هم که دسته دستشه پایین گوشه سمته آره یه دختر دستشه دیگه گفتم دسته دستش دختر خلاصه آره خودش همون گوشه هاست و چند تا یه جانکی همون وسط نوشته همین دیگه برو بریم ولی تم کامی که باحاله آره خیلی باحاله به عکس ها میخوره عکس ها رو داده باشه به کاور آرتیست و گفته باشه اینو بزن یه چیز میگم دوتا اوکی ای من دارم به اون کاور آرتیست بنده خدا فکر میگم یه لحظه بایسا اذیت شد بنده خدا اگه اینجور که میگم باشه پرودیوس شیش فلیم و راکی فلیم میکس و مستر پیمانیست آرت دایرکشن و آرت ورک هیزی نات اوکی و هو کن بریو اوکی دیستریبیوشن منیجر آردا عزیز بریم ای زیاده دوز ما داشت پره داشت ولی میاره واسمون کسه خام با دوستاش تو راه دو ستان دارم ویژنو میزنم جنس خوردیم و زاخاران پیشم همش اسکورت تیم میگه شایی بیا تست کنین و این خود زر داره توش اسکورپیون داشت تکنیکی سری عدور می اسکورپیون اقرب توش زر داره اسکورپیون اقرب هم که دو تست کنین و این خود زر داره توش اسکورپیون داشت تکنیکی سری عدور میکنم تو سوراخ دست فنکری جلوت کلو فارت میکنم خب بگیرش ببین کسا سر شبی دنبال من رزیدنت آقا میکنم سوراخ دست فنکری چیه؟ تست کنین و این خود زر داره توش اسکورپیون داشت تکنیک سری عدور میکنم تو سوراخ دست فنکری استفن کری فکر میکنم چیز باشه بیلیارد میلیارد کار میکنه نه چی بسکت دارید زر داره توش اسکورپیون داشت تکنیک سری عدور میکنم تو سوراخ دست فنکری جلو کلو فارت میکنم خب بگیرش ببین کسا سر شبی دنبال من رزیدنت وی تو بیرون داستانی دوری اکد کست خوب میداد بعد میگفت کلیتو جزیات کیرم من کلیتو میخوام لاچی در میارم کلیتو ما قوی میکنید سه تا کلیت داشت کلیت بعدی سومی هم البته خود کلیت من رزیدنت وی تو بیرون
داستانی دوری اگد کست خوب میداد بعد میگفت کلی از تو جزئیات کیرم من کلی اوکی کلی از تو کلیت یعنی آره میگفت بعد میگفت کلی از تو در میاد کلیت و من مزمونش هر کس بنده خدا آره اذیت کردم این اتفاق تو میخوام لاچی در میارم کلیتو ما قوی میکنی دنکار که چی تو تهران یکم ورسام چفت واسه مونده هنو استارت این یه جو میگا میرم جلو چشات امسال ببین تو اوج رویایی و دیدم کابوسی قافی آبام همش میکرد جادو پلشی تا صبح نیستم با تون دافت با من جوره چاقال سیسم ناجور نیستی مادی ردی جان شبیه اونا سیسم ناجور آره شبیه اونا بزن با من جوره چاقال سیسم ناجور بگیر اسلام ردی آها من میگم چرا یه تم آشنایی داره شبیه اونه بگیر اسلام بریم واسه چینش کیکوویسشه ها مدل خوندنش بعد ای هم که میگه اونم ای میگفت اونجا ای بگیر اسلام اینجا میگه ای بله تو کاورم ای هست آره بره میدونی خواهر آرتیستی برای خودش یه چیز داره دیگه یه سیگنیچر یک امضایی داره اسمم لعنتی رو داره اون صلیبی که گفتم دستش صلیبیه اصلا کجه من چرا متوجه نشدم یا یهو دیدم کابوسی قافی آبام همش میکرد جادو پلشی تا صبح نیستم با تون دافت با من جوره چاقال سیسم ناجور نیستی مادی ردی جانکی اگه لاچی باختی ما باندیم جانی خودش رو میگه شما آماتورین ما ما باندیم جانی و جانی تاپیم اندازه کیرم تاپیم دستم بلانت جلوم باربین چاقال نیستی مادی ردی جانکی اگه لاچی باختی ما باندیم جانی یو بغل تیم داداش آنی انقدر پالایی دیگه جانی یه رو تنهایی با خودم بستم ابدی میشم تو دنیای فانی شایی ترجیح داد رپو به پول و پله حالم خرابه داشت مثل دوست دخترت بخوای بچی با ما برات چونده بعد کست فن بود دست و پازت خونه نره هرکی با ما باشه اوتوماتیک آنتی دست و پازت خونه نره فنه دیگه با کیه این پرچم بنده خدا ان شد اصلا انقدر داداش تو چیکار کردی انقدر زیاد شدن نمیدونم باربین کیه بگیرمت فیلمتم پابلیک میشه هفتونت سفیده مثل جاستین بیبر نمیاد فرصت تو قبل من جنگیدم شد دنبال بردم بودم ای فهمیدم قدرت تو ضعف کلماتو میکوبونم محکم تو مرد گرگاش میبرم ایشان کاباجو رو میذاریم زیرت نمیاد فرصت محکم تو مرد گرگاش میبرم ایشان کابوس شیرزا آقا اینجا یه ضعف چیز داشتین آقا لیریکش ضعف فهمیدم قدرت تو ضعف کلماتو میکوبونم محکم تو مرد گرگاش میبرم ایشان کابوس شیرز آخر آجو رو میذاریم زیرت ناموست میره داشو دوسولی میگاده توی چارچوبش دیگه آخه پلش کابوس شیرز آخر آجو رو میذاریم زیرت ناموست میره داشو دوسولی میگاده توی چارچوبش برعکس آجورو زیر ماشین میزن چرخا میره یا آخه پلشو تو میشه کارن قانونش اینه رب میکنم گوش کنی با کیون بخوری زمین داشت اومد دیگه بگات برو بکن تریف میره جلو سلو قوی میان فلکس فری سری برو کل رپ فارو ببین نمیبینی شبی من استثام سلام خواستی ازم بگیرن دشمن همه نمیرسم پشم چه تمش میگم براشون سنگینم اینا سری خوب ره میشن زیرم همش خوزه های مولا میان زد میدم میرن چون نیستی مادی ردی جانکی اگه لاچی باختی ما باندیم جانی مثل پروندم کلوفت پارتیم شما آماتورین ما آن تاپیم اندازه کیرم تاپیم دستم بلانت جلوم باربین چاقال نیستی مادی کیرم تاپیم دستم بلانت جلوم باربین چاقال نیستی مادی ردی جانکی اگه لاچی باختی ما باندیم جانی یو بغل تیم داداش آنی انقدر بالاییم دیگه جانی یه رو تنهایی با خودم بستم ابدی میشم تو دنیای فانی پرودوسر کی بود؟ فلیم بود؟ پرودوسر کیا بودن؟ شیش فلیم و راکی فلیم راکی فلیم خیلی
بیتش هم خیلی خوبه. آره ببین بیت خیلی توی نیو سجا شایی هم یه سالی مختص به خودش داره دیگه. آره آره آفاین مثل تی جی، مثل تی ام، تی ام مثل آدروید، مثل آدروید، مثل ممزی. بچه های جدید که اکثرا دیده میشن همشون یه سال به خصوص خودشون دارن. ددی، ددی آفرین، این همه استوری خودشون دارن، یک فرقی میکنن. آره خیلی خوب. چیز بگو دیگه، کسی میخوای بگی؟ هودادکا، هودادکا، هودادکا که اصلا تو پوستشه آجی، بی نظیری داره اون اصلا. آره هودادکا که اصلا پاره شدم انقدر گوش دادم. آره بعد خیلی خاصه این حتی... خاص بودنه بچه ها رو آورده بالا همشون. آره آره این خاص بودنه باعث میشه که قشنگ دیده بشی، کنده بشی از بقیه، جدا بشی. این خاص بودنه در کنار کار خوب واقعا تو رو جدا میکنه از بقیه. بعد حاجی به نظر من آره سید پرودیوسر ها هم نوآوری زیادی دارن توی پرودیوسر هم یعنی انقدر تلاش میکنن متلاشی شدن. یعنی به نظر من پرودیوسر ها تو این نسل، حالا نسل قبلی رو نمیگم نه نیستش مثلا، ولی تو این نسل برا تو یه چیز میزنن، برا اون آرتیست یه چیز دیگه میزنن کلن خودش. آره یعنی از اون دوره لوپ شعر ما گذشتیم خدا رو شکر. میدونی چی میگم؟ دوره لوپ چی؟ شعر سندار. آره من خود سانسوری مزمن. خود سانسوری، خودتو سانسور نکن. خود سانسوری زشته، خود سانسوری واقعا زشته، ولی باحال حال میکنم اینکه یه بخشیش. آره نمیدونم چرا باحال تره شعر خوش آوا نیست این شعر باحال نمیدونم حال میکنم دیگه این استایل. خیلی هم این کارو میکنم. آره. دقت کردم خودم خیلی این کارو میکنم با کلمات سنده. مختلف بعضی کلمات باحال در میاد کلا. و اینکه چی میخواستم بگم؟ آره دیگه سانسور نکن. نه بابا تخمم. خیلی خوب آدم یکایکتون گرم، مرسی که تا اینجا برنامه با ما همراه بودید. سندوچای خوب بود اصلا دیگه، ریاکشنمون توی ترک مشخصه. آره. دیگه چیزی برای گفتن فکر میکنم نمونه. من تو ترک رو فوش کاش اینا یه چیز بودم خوب بود، موزیک ویدیو هم بود خوب بود. آره بچهای جدید سعی کنید تا میتونید موزیک ویدیو باشید. من تو ترکم بعض وقت فوش میدم همون رو کامنت ها دیدنی هست به خدا. اون سایدم رو انتظار ندارن اصلا. خیلی تو رو بچه با ادبی تصور خیلی منو اصلا تصورات اشتباهی دارن. اصلا اینجوری نیست. خیلی تصورات اشتباهی دارید. 15 سال رفیق این آدم هم فضاحت نه ولی خیلی خواه دمه کنون گرم، مرسی که اینجا برنامه با ما همراه بودیم. یه چیز دیگه، یه چیز بده، یه توضیح بده، یه توضیح بده. ما دوتا چیز داریم، یه دونه بیادب داریم، یه دونه بیتربیت. او 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 اینو به اشتباه همه به هم دیگه میگن در حالی که نمیدونن معنیش چیه. آره. بیادب کسی که از ادبیات درستی استفاده نمی کنه. بی تربیت کسیه که تربیت درست حسابی نداره. خب تو میتونی بی ادب باشی ولی با تربیت باشی، و میتونی با ادب باشی ولی بی تربیت باشی. این دوتا در تناقض همن، هیچ ربطی به هم ندارن. یه چیزی داشتی میگفتید فلانی گی تربیته. آره یه چیزی هم از گی تربیته یه نفر، یعنی کجاست تربیتش ریده است. خب این لفظا رو ببینید. خب بس از من انتظار. خب خلاص این کجاست؟ این هم بی ادب هم بی تربیته، داغونه دیگه. این آره این به این میگن گی تربیت. آره. گوش میدی بچه اتفاقی میفته، مثلا یه نفر میتونه در این ادبیات حرف زدن احترام نذاره و اون بی تربیتی بشه که دلت میخواد برینی بهش. آها میدونی. ولی یه نفر از فوش میده ولی فوشاش رو در و دیواره. مثلا اینجوری نیست که مثلا صرفا از ادبیات کتابی استفاده نمی کنه، این فوشی نیست که مستقیم به تو بده یا کسی رو ناراحت کنه یا مثلا میدونی نون چی میگم. این خوش ادب با ادبه ولی چی بی ادبه ولی با ادبیات خوب با تربیت. زنده باد. از ادبیات درست استفاده نمی کنی. تخصصی کردی ستونم. آره
اینو من اسم کنم نیاز به توضیح داشت واقعا. همیشه دلم میخواست آره خیلی من درگیر این قضیه ام. آره اینو چه چیز گاهن میبینم مثلا میبینم من بود شنیدم. من یه این فوشه رو شنیدم. آخه ما داریم راجع به چی حرف میزنیم؟ چرا بگو بشه من اینو من چند جا شنیدم مثلا یکی به یکی میگفت توی آره یه جایی شنیدم دیگه مثلا میگفتش که کم شعور وای آره کم شعور بی شعور نبود یارو شعورش داشت کم بود کم شعور مثلا چی کم شعور بود آره ببین آخه میدونی من چرا میسوزم دلم میخواست همیشه توضیح بدم راجع به این همیشه کسایی که بی ادبن یعنی از ادبیات درستی صرفا کتابی استفاده نمی کنن آره. حقشونو اون کسی که از ادبیات درستی صرفا استفاده می کنه خورده میشه توسط اون میدونی مثلا اونو همه به چشم بد میبینن همه مثلا میگن این چقدر بی ادبه فلانه ولی اون یکیه به چشم نمیاد که چقدر بی تربیته. میره تتلو همیشه میگفت میگم من از ادبیات درستی استفاده نمی کنم وگرنه خیلی بی تربیت تر از من وجود داره. میگه چی میگم؟ واسه همین حالا خرابه داشت بسید سخترش کیو میگفت آره آره اینجوری شد الان خودتو توجیه کردی کاملا دیگه نه واقعا نه چیزیه که هست واقعا جامعه جامعه درگیر این قضیه است. ما الان نمیتونیم ادبیاتی حالا صحبت کنیم خیلی وقته خیلی وقته هست دیگه داشتی زنده باد کوچه بعد یارو میگفت مثلا شرم شپره بود کی بود میگفتش که چرا فوش میدی بعد آی سرطان خیلی جواب عجیبی داد گفت دوستم مثلا فوش بدم اندازم داداش خب گاهن جاش هست فوش بدی نمیتونی ادبی صحبت کنی مثلا تو دیست تو نمیتونی مثلا تو دعوام تو خیابون هم همینه دیگه مثلا واسه همین اون شهرامه که دیست رو نمیفهم بنده اون بنده خدا دیگه جنگ تفنگ پر فشنگ خیلی خب آقا مرسی که تا اینجا برنامه مخواست من بودم یه جواب محکم بهش میدادم دم اگاهی که تون گرم عشق داری حالتا اون قلب هم میگن ادیت شده بود قلب گفتم اون ویدیو ادیت شده بود Love you guys. Peace out.